الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سامعین محترم، امو موضوع سکما دے آغا ود بارے کی دے سواد اسلام کی چورا زیاد اہمیت لری. د رسول اللہ یو مشہور حدیث متوسو خدمات کی ذکر کرلو. رسول اللہ د پرمیش کوی ان نکاح من سنتی، صدا نکاح دا غواد دا امو سنت دے. فمن رغب ان سنتی، کچری دغ نکاح نہ دغ ودن چا رغبات وکڑلو، رگردنی اختیار کرلا مخی و نوڑولو، فلیس منی، اغا کاس اما اماتنا نده. سمین مخترم، دا غواده چکومه ده دا اسلام و شریعت که مستحب عمل ده، خو اما اخ صورت که بیا انسان بانده واجب ده، چکل انسان گناه کیگی دو گناه مرتکب کیگی. و اندیشان تا اغا والدین چا اغا استطاعت لری، قدرت لری، واس و سراوی، خو کچیری ایواس و استطاعت پا بوجود کچیری زوی تا ودنا وکرلو یا ای لور تا ودنا وکرلو، یعنی لوری چی تا ودنا کرلا، لحاظو کدی سرات کی دغی لور نا یا دغ جوان زوی نا گناه وشولا، دغی گناه کی دغ مور پر اردوا و سر شریک دی. خو رسول الله دا پرمایش کئی من تزوجا، کچری چا ودو وکړلو، فقط احرز نسب دینه، دغ انسان نیم دین باج کړلو. اوس دای دین نیم حصے ته څو کی رسول الله یی فل یتقلها فی النسب الباقی، د کوم ای دین کی نیمه حصہ دی کی پکار دو تقوا اختیار کی، دو خدای نه ډور وکی. نو څکل خدای نه ډور وکړلو، د کومه نیمه حصہ دی دا ای دین ولا شش ولا مکمل اش ولا. اوس اندیشون تا دغه مطلب ته نه خستای شي، کچری چا ود نه وکړلو، تقوا اختیار نکړه، یغه اصلا سارا دین نشته ده. خو کسا ایمو مشرق کې ځنه خلکو دغه یو غلط سوچ غلط پهمی ده، هغوی څه مو ود نه کوو، ویلی څه کچری مو ود وکړو نو لحاظ مو به غریبان شو، مو به غربت سره مخامخ شو. لحاظ دا یو غلط سوچ ده، غلط پهمی ده انسان دپاره. ویلی څه ځنه خلک داسې ایي، څه که چیرې زه واده وکوم نو ایما کوم بچی دي، هغه به زه کومې طریقې سره بیا هغوی کپالات کوم، هغوی به زه ساتم. یا اندیشان ته ای ښځې کوم ضروریات دي، مثلا جامې دي، کپړې دي وغیره، هغه به زه کومې طریقې سره ورته کوم. دا کسه دا یو غلط سوچ دی. لحاظه په کار د انسان دغه عقیده ولري چې رزق څو کومه دی، د خدای ورکوي. لکه څرنګه رسول الله پرمایش کوي: من ترک تزویج مخافت الفقر، کچیرې چاخ غریبانی ډار واجنه واده پرېږدول، واده نه انکار وکړلو، فقط اساء ظن بالله، دغه انسان خدای باندې بدګمانی وکړله. ویلي رسول الله د پرمایش کوي: و ان الله یقولو، څه پروردګار عالم د پرمایش کوي، قرآن کې پرمایش کوي، څه پروردګار پروردگار دسی ای چه ای یکونو فقراء یغنیهم الله من فضله، چه کچیری تاسو تا در داروی چه مو بغربان شده و ده سرا، نو لحاظ زب تاسو تا خپل پازل و کرم سرا زیاد رزق دیر کام، زیاد مال و دولت بدیر کام. بس دینا دغ آیات نا پا تا داوه لگی دلا، ای رسول الله دغ کول نا پا تا داوه لگی دلا، چه و ده سرا انسان رزق زیادیگی خوکمیگی نا. اندیشان تا امام صادق علیه السلام تا ایوه خزا راغل لیا: امام ز غیر شادی شده یام. شپیگا مولا و تی چه ای تو چه مطلب ده؟ ویله مطلب ده ده مولا ز ودن کن ودن امام نپراده، ز ودن وریا وریا تختم. امام صادق علیه السلام تی چه آغا چنگی؟ ویله ازه که چه ودن بغیر ز غارم چه ایوه بلند مکان تا ورسیگم. شپیگا مولا زواب کی چه و تی چه تو داغا کما اراده ده؟ دا غلط اراده ده، تو دا سوچ صحیح سوچ نده. لحاظا ودن بغیر یو انسان بلند مقام تا نشی رسیده. کچیری دا خبروی نو ایما انیا زهرانا تا افضل نه، ایما انیا زهرا چقدر دوره دا بلند و دا مقام منزلت چختن بی بی و اغیا هم مولا علی سر وده وکرلو. کچیری ودن بغیر انسان بلند مقام تا رسیده شوی نو ایما انیا زهرا چقدر دیره عظیم ورمانه ده، دا کائنات ورمانه ده، اغیا با ودن انکار کرده و. لحاظ دغه واده انسان دپاره دغې دنیا کې یوه سحره ده، یو مددګار ده، په کار انسان واده وکړي، انکار ونه کړي.
او بیا هغه کسان څنګه وي ود نه دی کړي یو ودونه نه کوي انکار دی ورنه خو اسلام کې ډیر زیات مزامات شوی دی رسول الله د پرمایش کوي چې شراركم موتاكم الاذال څه هغه کسان څنګه وي ودونه نه کوي ودونه انکار دی نو هغوی به بدترین مار سره مخامخ کیږي هغوی مارګ به ډیر بدترین مارګ وي ورسته رسول الله چې اکثر اهل نار العذاب څه جهنم کې ټولنه زیات خالق څه وي هغه به غیر شادي شوده کسان دي بس دینه دا پاته ولګېدله څه هغه کسان څه هغوی ودونه کوي هغوی به جنت کې زیات وي هغه کسان څه هغوی ودونه نه کوي هغه به جهنم کې زیات وي یو بل ځای کې رسول الله پرمایش کوي څه د واده انسان کوم وخت کې وکي رسول الله د پرمایش کوي ایما شابن تزوج فی حداثه سنه څه هغه یو انسان څه هغه ځوانۍ کې واده وکړلو نو اج شیطانه یا ویله یا ویله اسم منی نو شیطان پریاد کوي شیطان څنګه پریاد کوي څه افسوس وی افسوس وی دغه انسان خو واده په زری مون خپل ځان باج کړلو دا انسان خو ما گمراه کولو خو لیکن دی واده وکړلو بس دی ته مو اوس دوکا نشو ور کوي لہذا دی واده زری سره مون خپل ځان باج کړلو بس صرف یو روایت امام ارائیس خاتم دی غدا سا ابن یپور دی امام صادق علیہ السلام یو صحابی دی اتراغ لال یا امام زغارم سا یوی جلکی سر نکاح وکم خلی کن والدین ملگیا دی چی تا یو بل جوی نموتا نکاح کوی زد سو وکم دی سرات کی امام صادق علیہ السلام و تیید سا دسی چال وکت سا والدینو پسالی باندی خپلا پسالا مقدام وسطا ویلا مولا چه مطلب ده؟ ویلا مطلب ده ده چه اکوم جلکی چه تا خواه ده کومی خزی سر تا نکاح کول غاری لار شا اغی سر نکاح وکا امور پلا دو کومی جلکی سر نکاح غاری اغی سر نکاح ما کوا ویلی عزیزان مخترم امام صادق علیه السلام دا خبر زکو تا وکلالا چه چون که دا غا وده ایواری زندگی نده میاش تا کال زندگی نده بلکه طول عمر زندگی ده دی سرات که کچیری بچای ده په زوره مجبور کړلو لور د په زوره مجبوره کړله په زوره نکاح دی وکړلو که سبیل یې ځنونه مړه کړل نو ای دغ زوی ای دغې لور خون کې دغه والدین اردوه شریک دي